به نام خدا و تقدیم سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیو های ما. لطفاً چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیو های جدید و جالب ما را از دست ندهید. در امریکا چی میگذرد؟ شهردار واشنگتن حکومت نظامی اعلام کرد. گارد ملی ایالات متحده امریکا به سوی واشنگتن حرکت کرد. در پی اعتراضات گسترده حامیان ترامپ در ساختمان کنگره امریکا یک زن زخم برداشته است. در همین حال شهردار واشنگتن حکومت نظامی اعلام کرده است. کاخ سفید نیز خبر داده است که گارد ملی به سوی کنگره حرکت نموده است. در همین حال پلیس از مرگ 4 نفر خبر داد. حمله به کنگره نخستین یورش به این ساختمان از زمان حمله بریتانیا در 18/12 بود. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به بی‌نظمی ها در ایالات متحده امریکا واکنش نشان داد. به گزارش از سپوتنیک، ماریا زاخاوافا در صفحه فیسبوک خود پستی از مسئول سابق دفتر CNN در مسکو را به اشتراک گذاشته است که در آن گفته شده امریکا دیگر نمیتواند به جهان بگوید که نمونه دموکراسی است. از سوی دیگر زنی که بر اثر شلیک نیروهای امنیتی در ساختمان کنگره زخم برداشته بود درگذشت. این خبر را شبکه تلویزیون NBC به نقل از نهادهای امنیتی منتشر کرده است. معترضان در بیرون ساختمان کنگره در حالی که به خبرنگار این رسانه حمله کردند که دوربین خبرگزاری ریا نوستی روسیه در حال ضبط صحنه بود. معترضان در بیرون ساختمان کنگره در حال به خبرنگار این رسانه حمله کردند که دوربین خبرگزاری را ریا نوستی روسیه در حال ضبط صحنه بود. شباهت جالب میان اعتراض های امریکا با تظاهرات قرغزستان. تصاویر منتشر شده از معترضان شباهت جالب معترضان امریکایی با تظاهرات قرغزستان در اواسط سال 2020 میلادی را نشان می دهد. بر اساس تصاویر منتشر شده یکی از معترضان امریکایی پس از ورود به ساختمان کنگره امریکا با گذاشتن پاهایش روی میز رئیس مجلس این کشور عکس یادگاری گرفت. این تصویر به صورت گسترده در شبکه‌های مجازی نشر شده و شماری از کاربران آن را با عکسی از جریان اعتراضات در قرغزستان مقایسه کردند. در همین حال اتحادیه اروپا گفته است اتفاقات واشنگتن حمله به دموکراسی است. اتحادیه اروپا اتفاقات اخیر در واشنگتن را حمله به دموکراسی امریکا خواند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در توییتر خود نوشت: در پیش چشم تمام جهان دموکراسی امریکا در محاصره قرار گرفته است. این یک حمله به سابقه و دموکراسی نهادهای ایالات متحده و حاکمیت قانون است. او افزود که نتایج انتخابات امریکا باید اعمال شود. در همین حال دو وسیله انفجاری در مرکز واشنگتن خونسا شدند. CNN به نقل از نمایندگان مجلس گزارش داده است که یکی از این وسایل در مجتمع کنگره جابجا شده بود. من به این رسانه امریکایی گفته است که یک وسیله دیگر در ساختمان کمیته ملی حزب دموکرات و دیگری در مجتمع کنگره جاسازی شده بود. پیام ترامپ به معترضان: به خانه بروید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده امریکا از معترضان خواست به خانه هایشان برگردند. او در حالی که یک بار دیگر انتخابات را دزدی شده خواند از معترضان خواست تا به خانه بروند. او گفت که کشور به آرامش نیاز دارد. ترامپ به معترضان گفت که دوستشان دارد و آنها خاص هستند. عادی شدن وضعیت. جلسه مشترک کنگره امریکا از سر گرفته شد. کنگره ایالات متحده امریکا نشست مشترک سنا و مجلس برای تایید نتایج انتخابات را از سر گرفت. این نشست در پی اعتراضات در واشنگتن برای ساعتی متوقف شده بود. پس از آن که با هجوم طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره و تلاش برای ورود به ساختمانی که در حال شمارش آرای الکترال کالج از تمام درب‌های کنگره قفل گردید، تعدادی از معترضین به نتایج انتخابات امریکا سعی کردند از درهای شمالی پایتخت وارد ساختمان کنگره شوند و پلیس شروع به استفاده از گاز اشکاور کرد. این بی‌نظمی ساعت‌ها دوام یافت و دست کم 1 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. در همین حال سنای امریکا با اکثریت بزرگ مخالفت با نتایج انتخابات پنسیلوانیا را رد کرد. البته 7 نفر از سناتورها در حمایت از آن رای دادند. از سوی دیگر ترامپ چند توییت جنجالی اش را پاک کرده است.
یک سخنگوی تویتر به خبرنگار بلومبرگ گفته است که دونالد ترامپ چند تویت خلاف مقررات تویتر را پاک کرده است. به این ترتیب تعلیق حساب او به پایان می‌رسد و او حساب کاربریش را پس خواهد گرفت. تویتر، اینستاگرام و فیسبوک حساب‌های دونالد ترامپ را پس از آن تعلیق کردند که او ادعای تخلف را تکرار کرد و گفت نارضایتی‌های هوادارانش را درک می‌کند. این در حالی است که مایک پنس مخالفت 3 نفر از جمهوری خواهان در کنگره آمریکا را از دستور کار خارج کرد. دلیل رد این مخالفت ها آن بود که برخلاف پیش نیاز قانونی هیچ سناتور حاضر به همراهی با آنها نشده بود. پس از رد این مخالفت ها تشویق گسترده در سنا بر راه افتاد. با این وجود مخالفت با نتایج انتخابات در ایالت پنسیلوانیا حمایت 1 سناتور را جلب کرد و تا 2 ساعت درباره آن بحث خواهد شد. البته به نظر می رسد که هم مجلس نمایندگان هم سنا این مخالفت را رد کنند. یکی از نمایندگان کنگره که مخالفتی را ابراز کرده بود پیشتر همدلی خود با توری توطئه کیوانون را ابراز کرده بود. در همین حال شهردار پایتخت آمریکا در کنفرانس خبری درباره تحولات روز چهارشنبه در کنگره گفت که زن کشته شده در میان گروهی از افراد بود که به زور وارد یک اتاق مجلس نمایندگان شدند که جلسه در آن در جریان بود. در این زمان بود که ماموران لباس شخصی رای آنها را سد کردند و یک مامور سلاحش را بیرون کشید و شلیک کرد. این زن به بیمارستان منتقل شد و مرگ او آنجا اعلام شد. مقام ها می گویند هویت او را فاش نمی کنند تا ابتدا عزیزان درجه 1 قربانی مطلع شوند. شهردار پایتخت امریکا گفت که همچنین یک زن بزرگسال و 2 مرد بزرگسال روز چهارشنبه در محوطه یا داخل کنگره جان باختند. فقط گفته شد که هر 3 آنها به دلایل اوجانسی درگذشتند و جزئیات بیشتری ارائه نشد. به گفته شهردار واشنگتن حداقل 14 عضو اداره پلیس واشنگتن هم مجروح شدند. 2 نفر آنها در بیمارستان بستری شدند که یکی به دلیل جراحات شدید پس از کشیده شدن در میان جمعیت بود و دیگری از ناحیه صورت هدف اصابت یک پرتابه قرار گرفته است. از سوی دیگر پلیس پایتخت آمریکا میگوید که در جریان یورش هواداران ترامپ به ساختمان کنگره 4 نفر جان خود را از دست دادند. دوستان عزیز سپاس از این که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر میخواهید از آخرین و مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید، پس چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید. تا ویدیو و مطالب بعدی بدرود.